خجسته باد نوروز به شما عزیزان در ایران هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان خجسته باد نوروز بر ایران زمین بر همه اقوام ایرانی بر همه اقوام ایرانی که تشکیل دهنده ملت ایران هستند سال خوشی رو آرزو می‌کنیم دور از مسائل و مشکلات روزافزونی که در 41 سال گذشته ایرانیان با آن روبرو بودند. سال دیگری پشت سر گذاشته شد. سالی که همچنان در اشغال جمهوری فقیه. و اکنون در آغاز سال جدید رهبر حکومت فقیه علی خامنه ای نوروز رو نیز مورد اهانت قرار داده است. جشن ظالمان خوانده. فارغ از آنچه که علی خامنه ای و دیگران گفتند ایرانیان تدارک میهنی بهتر اوضاعی بهتر رو دیده و میبینند. به امید سالی بهتر آینده ای روشن و خجستگی سال خورشیدی که ساعاتی پیش آغاز شده است به شما عزیزان در هر کجا که هستید خوش آمد میگویم در اولین برنامه تفسیر خبر در سال 1399 خورشیدی با من و شما هستند در لندن آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و آن سوتر در اسکاتلند آقای رضا تقی‌زاده کارشناس نفت امور اقتصادی و امور بین الملل همراه هم لحظاتی رو در کنار افسین شما خواهیم بود و با امیدهای بسیار برای ایران و مردمان نازنین ایران بیا دل برو که ما قربون تو شم دنیا داروزه بیا مکن شو روزه ما خورشید ما صبح نوروزه دیدی چه تو ماننده او یک سال برفت سال نو اومد یک سال چنو تنده برفت که پندری همی دیروزه آی بیا که نوروزه دنیا داروزه تا آدمی جونه دلم چشم خبر سوزه ببینه که قره تو کمون پشت ما بوزه یا بیا افت و فرون شد پشت کو کم کم و کم و شم بیا که با سر زد زکوه ما همچنو یک هم احتم شد برچه چنی برچه چنو هیچنو مبون دل برو که میمار هیجور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد آی بیا که نوروزه دنیا داروزه تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون زر بینه که قدر تو کمون پشت ما بوزه آقای نوریزاده خوش آمدید و خجسته باد و تبریک نوروز سال جدید خورشیدی به شما و خانواده گرامی شما درود من به جمشید چالنگی عزیزم یار و همکار و همدل نیم قرنه من و همچنین تبریک بر تو و خانوادت و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری
چه سالیست امسال و چه تلخ نوروزی بود، اما ملت ما این تلخی ها رو بسیار دیده و تحمل کرده و نوروز پایدار است تا زمانی که ایرانی وجود داره و هست. منم از صمیم دل تبریک میگم و آرزو میکنم سال پایان مصیبت ها باشه، به ویژه اگر از شر این طاعون زمینی خلاص شدیم. اون طاعونی هم که برامون فرستاده شد در 22 بهمن 57 امسال از شرش راحت بشه. آقای تقی‌زاده عزیز، خوش آمدید، تبریک و خجسته باد نوروز به شما، آقای تقی‌زاده گرامی، خانواده و وابستگان ارجمند. درود به شما، سلام به شما و من هم به سهم خودم به شما و علیرضا نوری‌زاده عزیز سال نو رو تبریک میگم. این سومین سال متوالی است آقای چالنگی که مردم ما در حوالی نوروز با فاجعه روبرو هستند. فاجعه زلزله، بعد فاجعه سیل و حالا فاجعه کرونا. اینا حوادث بودن که میشد تلخی اونها رو کاهش داد، ولی ندانم کاری، بیقابلیتی و کشیدن مملکت به فقر و فلاکت، این حوادث رو که حسن روحانی نسبت میده به ایران و میگه ایران حادث خیز هست، به فاجعه تبدیل کرده. نمیدونم چند دل در ایران دل شاد، چند دل دل غمبار، ولی به هر حال پیش و بیشتر از اون چه که من راضی باشم عید رو تبریک بگم، دلم میخواد ابراز همدردی بکنم با اونهایی که در این ولی بزرگ عزادارند یا چیزی رو از دست دادن. بله، چون این متاسفانه سالهای ناخوش بسیار در تقویم معاصر ایران داشته بعد از انقلاب. آقای نوری‌زاده، ببینید، گفته میشه اشغالگران در کشورهایی که اشغال کردن چه میکنند و چه ها کردن، تاریخ گواه داده. در قرن 20 و 21 طبعا تفاوتهایی هست، اما به هر حال بسیاری از اشغالگرانی که به ایران اومدن پس از سالها، خیلی کمتر از 40 سال، محترم شمردن آیین و سنت های ایرانی رو. اما چنین به نظر میرسه از همون روز اول که آیت الله خمینی و مطهری و بقیه هجوم بردن به نوروز و چهارشنبه سوری، امروز روز هم میبینیم آیت الله خامنه ای همون هجوم رو ادامه میده. یعنی نوروز و جشن ظالمان که پادشاهان میمدن مینشستن میخواستن ابهت خودشون رو نشون بدن و همین و همین. یعنی به هر حال علی خامنه ای اهل خراسان هست، اهل ایران هست، اما ناسازگاریش با سنت های ایرانی از هر اشغالگری در کلام بدتر و بدتر. ببخشید این واژه رو میگم، ولی چون آدم بدبختیه، این آدم در قبل از انقلاب نوروز میومد تو صحن مشهد، وقتی نقاره میزدن ایشون وامیستاد خطبه نوروزی میخوند. به چه فلاکت و بدبختی رسیده که الان باید بره توی قصرش قایم بشه پشت پرده از ترس ویروس کرونا و این حرفای بی ربط رو بزن. ببینید، خمینی با یه پروژه وارد ایران شد. خمینی وقتی اومد گفت نوروز نداریم، این به منزله یک تصمیم سیاسی یا یه حرف روشن نبود. این کشمیری که با اون هیچی بزرگش توی سر ملت زد، آمده بود تا همه سنت های ایران رو نابود کنه. نگاه کنید، چند سال بعد از انقلاب جنگم که اومد، دیگه کسی به فکر مهرگان و جشن صده و کم کمک نوروز نباید بود دیگه قاعدتاً. ولی این ملت بزرگ، این ملتی که به هر حال در برابر حملات بزرگتر از حمله خمینی مقاومت کرده و ایستادگی کرده، نوروز رو گرفته، زبان عربیات فارسی رو سینه به سینه حفظ کرده، طبیعتاً ایستاد. و امروز هم که ما مشاهده میکنیم، فکر کنید کشور در یه حالت مرگ فرو رفته و همه جا ساکت، جایی به خبری نیست، ولی مردم نوروز رو جشن گرفته، به هر قیمتی شده، در محدوده خونهشون با تلفن تبریکاشون رو میگن. یعنی نمیگذارن این آیین از بین بره. اما فکر میکردیم به وقتی سید علی خامنه ای، چون یه خود فرق داره، ممکن سید علی خامنه ای در قدرت هم که سوار
کرسی قدرت بشه و قدرت خانم کنارش باشه شاید یه آدم متفاوتی باشه، اما نه. دیدیم این مکتب و این مدرسه ضد ملیه، ولایت فقیه ضد ملیه، ضد ایرانیه، ضد هر چیزیست که عظمت و اعتبار ایران رو حفظ میکنه. حالا میخواد کوروش کبیر باشه، رضا شاه کبیر باشه، نادر باشه، فرق نمیکنه. هر چیزی که گویای عظمت و اعتبار ایرانه، شاهنامه فردوسی یا دیوان حضرت حافظ، هر کدوم اینا از دید اینا خطرناکه. باید اینا بره جاش توزیع مسائل و به حال انوار مجلسی بیاد جانشین بشه. ایدم به هر حال فقیه خوب و بد نداره، فقیهه و واقعا در مقام حکومت هم که دیگه فقیه‌تر و همون چیه ناصر خسرو عزیز گفته از شازی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شد. این فقیه نشسته بر مسند حکومت، نشسته بر مسند تاریخ ایران، به زور زندان و شکنجه و کشتار آمده، باز هم اظهارات اقتصادی کرده. سال جدید سال جهش تولید باشه. اگر که این حرف رو شاید در خربت خودش پیش آینه میگفت، باید به این ریشای سفیدش خودش میخندید، ولی واقعیت این است که او در جایگاه خودش رو قرار داده در تقابل با مردم ایران. دکتر نوری‌زاده اشاره کرد که نوروز ما نشانه ابهت ماست، بزرگی ماست و عظمت ماست، ولی شاید من یک مقدار این رو خودمونی تر میبینم. نشانه ای از ماست که گاهی قوی هستیم و گاهی خانمون تجاوز شده و سقفمون شکسته و دیوارمون ویران، ولی به هر حال باقی موندیم و نوروز بخشی از این بقاست، بخشی از هویت ماست. نمیتونه علی خامنه‌ای، مطهری‌ها، خمینی‌ها به هر قیمتی اون رو از بین ببرن. جدایی رو ایجاد کردن از زمانی که به قدرت و دولت رسیدن، مردم رو بین ملت و امت تقسیم کردن و تا امروز که بیکفایتی خودشون رو، ضعف خودشون رو، ندانم کاری خودشون رو با تقابل دارو و دعا به نمایش میگذارن، هنوز به جای درمان به دنبال شفا هستن. اینها هستند که اگر ابلهی به جایی که محل دفن یک مذهبی است زبان خودشو به فلز میکشه، ته دل احساس رضایت میکنن. اینها کسانی هستند که طالب دعا هستند برای اینکه دارو و درمان به مردم نمیتونن عرضه بکنن، و حالا هم با همان زبان کذب به نوع دیگری از تقیه که واقعیت وجودی فقر و در هم شکستگی مردم رو میخوان پنهان بکنن، این عقب ماندگی رو به عنوان جهش ازش یاد میکنه. واقعا وقاحت اون چه که در قامه فقاهت به علی خامنه‌ای نسبت میدن. بله، اشاره کرد آقای تغییرزاده، این زائران لیسندگان زریها. آقای نوری‌زاده، ما کلی جوانای ایران رو فرستادن حالا با هر ترفندی برای به عنوان مدافعان حرم به سوریه، الان مهاجمان حرم هم پیدا شده در خود ایران. ظریفی نوشته بود، نه این محمد جواد ظریف وزیر خارجه خامنه‌ای، نوشته بود که فقط مونده الان مدافعان حرم ما داریم، مهاجمان حرم هم داریم. در این رسانه‌های اینترنتی من دیدم یک تعدادی هافبک هم اگه درست کنیم یه تیم کامل حرم ما میتونیم. نه واقعا اینطور هست، این دوتا روبروی هم قرار گرفتن، این زمانی به این شدت نبوده، این خرافات به این شکل و هیچ زمانی هم آقای چالنگی عزیزم حکومتمون دست چهار تا ملا نبوده. ببینید در اوج همون صفویه هم اگر بگیم نزدیکی هایی با رژیم ولایت داشتن، ولی دولتی بودن، عظمتی داشتن، سپاهی داشتن، وزیری داشتن،
یه مش آخوند هم البته بودن، ولی الان حکومت افتاد دست سید رولای مصطفی، حکومت افتاد دست سید علی خامنه‌ای. آخه در من نمیدونم تاریخ ایران رو باید چی کار کرد. مردم ما باید واقعا به خودشون بیان. این مصیبت هم خواهد گذشت. بعد از این مصیبت واقعا مردم باید در این اندیشه باشن مصیبت بزرگتر رو از شرش خلاص شیم. این بلا تا زمانی که هست ایران، منطقه و جهان روی خوش نخواهد دید. و برای من شگفتی آوره که هنوز اروپایی ها تردید میکنن، حالا اومدن به سازمان ملل توصیه میکنن به ایران کمک بکنه. آخه این کمک رو که دست مردم نمیرسه. بله به ایران کمک بکنید، متأ یک راهکار قانونی پیدا کنید، یک سازمان و ارگان خود سازمان ملل که این مواد دارویی، این تجهیزات، این وسایل رو بین مردم توزیع کنه. نه اینکه آقایون بگیرن بفروشن رستم قاسمی گنده تر بشه، نه اینجوری نیست. یه قواعد و قوانین رو باید رعایت کرد. واقعا به هیچ وجه نباید به اینا اعتماد کرد. آقای ظریف اومده 5 میلیارد پول بگیره، برای چی؟ برای که سهم حسن نصرالله دیر شده. ملت ایران که براشون مهم نیست. بله آقای تغییرزاده، ببینید اینم یکی از مجازات هایی که تعیین کردن برای کسایی که زندانیان سیاسی، خوندن کتاب های نوشته های این حضراته و یه مجازات تازه. به هر حال شغل مردشویی، تدفین در همه مذاهب و همه جای جهان شغل به هر حال محترمی حساب میشه، حالتی از احترام در جامعه برای چون افراد قائل هستن. حتی صدای این قشر از مردم محترم ایران رو در آوردن، به عنوان مجازات آمدن یکی از بازداشتی‌های آبان ماه رو 3 ماه به شغل مردشویی. و این یک نکته. نکته دوم، برگردیم به همون اصل این حکومتی که چون وضعیتی داره و چون رفتاری. آقای خامنه ای آمده و گفته که به هر حال با نشستن اینها کشور به جایی نمیرسه، باید همت به خرج داد و تلاش و اینها. این رو شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی از زبان کسی میشنوید که نماینده قشری هست که هیچ نوع تلاشی نمیکنه در زندگی، جز روی منبر رفتن و یه سری صحبت هایی کردن، حتی بند کفش هم نداره که به بند زحمتی داشته باشه، حتی آفتابش رو کسی دیگه ای براش پر میکنه، کوچکترین زحمتی در هیچ موردی نداره. یه همچین حرفی واقعا تا چه اندازه اثر داره؟ تا چه اندازه چه چیزی رو میگه آقای تغییرزاد؟ من برمیگردم آقای چالنگی، گزارا به همون عنوان ولی که فقیه نیست واقعا فقیهه. این رو مردم با گوشت و پوست و استخوانشون در داخل کشور احساس میکنن و ما هم که دستی از دور براتش داریم این وضعیت رو میبینیم. واقعیت دیگر این است که امروز یک بار دیگه مردم ما در یک وضعیت انتقالی قرار گرفتن که تو این وضعیت انتقالی قصه شون، داستانشون با بقیه دنیا بیش و کم در شراکته، ولی کشورهای جوامعی که فقیرتر هستن یقینا لطمه دیگری میبینن از اون چه که امروز در دنیا حادثه و هنوز به نقطه اوج خودش نرسیده. وقتی کشورها قابلیت مدیریت بهتر و بیشتری دارن، وقتی ثروتمندتر هستن، آمادگی بیشتری برای مقابله با رویدادها دارن، چنان که میبینیم امروز مثلا در کشور ژاپن که اگر ما این دوران 41 ساله حکومت روزخانها رو نمیدیدیم، باید ژاپن رو به دلایل متعدد پشت سر خودمون از نظر اقتصادی و دارایی و رفاه می داشتیم. ژاپنی ها 1000 تا مبتلا دارن و تعداد بسیار اندکی قربانی و همین وضعیت ما در سنگاپور می بینیم. در حالی که اگر واقعا این فاجعه مثلا به نیجریه کشیده بشه، به علت فقر، به علت نبودن مدیریت، به علت عقب مانده بودن جامعه، فاجعه جهانی اونجا بیشتر دیده میشه و ما ایرانی که واقعا بایستی با تکیه به جمعیت مناسب، باهوش، ترکیب مناسب و ثروت‌های زیرزمینی جای ثروتمندی می‌بود و باید فرصت پیدا می‌کرد تا ریشه‌های تاریخی و فرهنگیش رو
واکس بزنه، اون رو به چشم دنیا بیاره. کشوری که امروز باید یکی از نمادهای پیشرفت جامعه متمدن و جامعه مترقی و جامعه مرفه باشه، در وضعیتی است که بعد از چین عملاً دومین فاجعه دنیا رو داره تجربه میکنه و این به علت فقره، به علت عقب بردن مردمه. به هر حال یک دوران انتقالی است. این دوران انتقالی مثل تمام فاجعه های دیگری که مسیر تاریخ بشریت رو عوض کرده، تکلیف مذهب رو روشن کرده، چنان که مرگ سیاه در قرن 14 هم تکلیف کلیسا رو روشن کرد و اروپا رو به یک مسیر تازه برد، ایران هم امروز در یک مسیر تعیین تکلیف با حکومت روزخان هاست. هر چه خامنه ای میخواد به ملیت ایرانی، به فرهنگ ایرانی نسبت بده، نسبت هایی که خود او بیشتر در خورش است، ولی وقتی مردم از این ماجرا سربلند کردن، یقین داشته باشید کشور ایران مسیر تازه‌ای در پیش میگیره. پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان ماه گذشته اعلام کرده که رفتند گدمای حکومت خانه پدری او رو اشغال کردن، مادرشون رو از خونه بیرون کردن و در زندان شکنجه روانی شدن ایشون و خانوادشون و بسیار دیگه از کسان کشته شدگان آبان ماه گذشته. آقای طرزاده اشاره کرده مردم ایران در حال رو در روی برای خلاص شدن از این وضعیت هستند. آیا اونچه که در آبان ماه گذشت آقای نوریزاده پایان یافته یا رسیده به جایی که آقای طرزاده اشاره کرد؟ مردم ایران در گام دیگری هستند در رو در روی برای خلاص شدن از این اوضاع. حقیقتاً آقای چالنگی من معتقدم به گامی دیگر کشور صبح با ماست. من کاملا با دکتر تغییرزاده موافقم. ببینید ما با این رژیم امتحانهای مختلفی رو دادیم، حالا از اون آغاز جنگ و تیرباران افسرامون و دولت مردان و اون جنایتهایی که اینا کردن سال 60 و سال 67، ولی در هر مرحله مردم به این امید که شاید فردا وضع بهتر بشه، شاید آقای خاتمی اومد اوضاع بهتر بشه، حالا شاید این یکی اومد، شاید این احمدی‌نژاد لاته اومد حق و حقوق ما رو بگیره بهمون بده، ها شاید این روحانی با عمامه آن کادره اومد آدم مرتب و منظمی باشه. یعنی هر بار به یه امید واهی مردم دل بستن و این رویاروی چلنج نهایی رو به عقب انداختن. شرایط بین‌المللی هم همینطور بود. با بودن آقای باراک حسین اوباما نمیشد سید علی خامنه ای رو سرنگون کرد، چون ایشون مشغول معاشقه بود، نامه رد و بدل میکرد. در فردای کشتن ندا آقا سلطان نامه فدایت شوم نوشت، بعد میلیاردها دلار پول ملت ایران رو با هواپیمای ویژه از سوئیس به دینار کویت و فرانک سوئیس و یورو و غیره برای اینا پول فرستاد. خب نمیشد فکر کرد، نمیشد گفتیم آقا تا تای قضیه هم بریم آقای باراک حسین میاد پشت اینا میسته. الان شرایط جهان فرق کرد، الان این حقبازی رژیم جمهوری اسلامی عالمگیر شد. بعدم این مصیبت فقط ما رو آزار نمیده، تمام منطقه رو گرفتار کرده. نگاه کنی عربستان هر چی مبتلا به ویروس بوده از ایران اومده، گذرنامه‌شون هم مهر نکردن که معلوم نشه، اومدن با کارت شناسی از روی بحرین و کویت اومدن. هر طرف نگاه میکنید مصیبتی از منشأش جمهوری اسلامی. نگاه کنید با لبنان چه دارن میکنن. لبنانی به اون کشور نازنین، کشور ده‌ها دانشگاه، مراکز فرهنگی و علمی و هنر، امروز به کجا افتاده که نان نداره، بنزین نداره، برق نداره، و اینا هم از برکت رژیم جمهوری است. بنابراین من فکر میکنم با جنایت آبان ماه، جنایت هواپیما و بعد این نمایش تهوع آور قاسم سلیمانی، ابو مهدی مهندس و اون 50 نفری که اونجا جان باختن،
مردم ایران یقه رژیم را رها نخواهند کرد. سید علی آقا از حالا باید به فکر جا برای خودش باشه، خوابش رو ببینه که مجتبی جانشین است. محال مردم بذارن مجتبی جانشین او بشه، محاله. و خامنه‌ای تمام این کارا رو میکنه برای خاطر زمین سازی برای مجتبی. من ایمان دارم، اعتقاد قلبی دارم بعد از رهایی از این مصیبت کرونا، نوبت رهایی از طاعون ولایت فقیه خواهد رسید و ملت ما در این مبارزه هم پیروز خواهند شد. و در این مسیر و این مبارزه که آقای نوری‌زاده اشاره کرد، آقای تقی‌زاده تا چند اندازه همراهی یا ابراز همراهی قدرت‌هایی مثل واشنگتن مؤثر هست؟ و تا چند اندازه اروپایی ها رو همراه میبینید در سال گذشته یا دیدید با سیاست های دولت کنونی آمریکا در برابر حکومتی؟ در مورد اول صادقانه میگم نمیدونم. در مورد دوم داریم میبینیم که اروپایی ها همچنان امیدوارن که این حکومت رو به نوعی سرپا نگه دارن. در حقیقت خط سیاسی اروپا همسوست با اصلاح طلب های داخلی ایران، ادامه خط مشی است که اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود. ولی آمریکا رو هم من یک دل نمی بینم. به هر حال تحریم هایی که گذاشتن علیه این حکومت و مردم هم از اون سهمی بردن در مشکلات، به هر حال اونها هم لطمه دیدن. ولی باور ندارم که ادامه وضع موجود، یعنی همین افزایش قطره چکانی تحریم ها و کم کردن دارایی های یا درآمد های جمهوری اسلامی، کمک نهایی میکنه به اینکه مردم بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. شاید این وضعیت به جایی بکشه که مردم خواستار حتی یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی باشن. تا به حال وقتی به خط مشی گروه های سیاسی، افراد سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، میبینیم که تقریبا یک دست همه مخالف جنگن. ولی من باور ندارم اگر که این وضعیت به همین صورت ادامه پیدا بکنه، مردم هزینه کمتری میپردازن و امکان عبور از این حکومت با سرعت فراهم میشه. شاید در جایی حتی باید برخورد نظامی با این حکومت رو هم در دستور کار داشت. اینو باید از ترامپ و از آقای پومپیو پرسید که آیا واقعا خودتو امیدواری که رفتار این حکومت با مردم و با جامعه جهانی و منطقه با ادامه تحریم‌ها عوض بشه؟ پاسخ من این است که خیر. حکومت تلاش خواهد کرد تا آخرین روز با آخرین امکانات این زیان و ضررها و مشکلات رو بین مردم تقسیم بکنه. هنوز علی خامنه‌ای باور داره که میتونه این وضع ادامه بده. هنوز حرف احمدی نژاد در گوشا هست که اگر نفت به 5 دلار در بشکه برسه، من هنوز میتونم این دولت رو اداره بکنم. بنابراین باید امروز که دنیا میمینه، مردم با یک بلای بزرگ در ایران یعنی جمهوری اسلامی روبرو هستند، نیاز به همگامی بیشتری دارن. این همگامی رو ما در سال 2001 با مردم افغانستان به نوعی دیدیم که نیروهای نظامی برای خلع طالبان به اون کشور رفتن، یا در تقابل با صدام این برخورد در سال 2003 دیدیم. جمهوری اسلامی در شرایط اضطرار خطر بزرگتری برای منطقه خواهد بود، برای امنیت دنیا خواهد بود، با فشار بیشتری به دنبال بمب اتمی خواهد رفت و در داخل کشتار بزرگتری از مخالفانش حتی در مقایسه با کرونا خواهد کرد. تصویر فردای ایران آقای چالنگی بسیار تصویر تیره است. به غیر از مشکلات عظیم اقتصادی، به غیر از بیکاری، به غیر از مشکلات درمانی، مردم مشکلات روحی و عاطفی بزرگتری هم خواهند داشت. اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، ما شاهد توسعه فحشا و اعتیاد و طلاق در ایران خواهیم بود. باید این بلیه رو به هر قیمتی، به هر بهایی، با استقبال از هر زوری در ایران توجیه کرد. من باور ندارم که آمریکا هنوز از همه توانش برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده میکنه. و تفسیر شما آقای نوری‌زاده به اضافه اینکه در این مثلث منطقه هم به عنوان رأس سوم چه همراهی داره با مردم ایران؟
ببینید آقای چالنگی، تمام زمینه ها و شرایط برای اینکه ایران از یه روابط نزدیک و دوستانه با همسایگانمون برخوردار باشه وجود داشت. بارها من اینجا گفتم در زمان آقای خاتمی هر هفته در عربستان یه نمایشگاه کالای ایران بود، ده‌ها رستوران ایرانی باز شده بود، ولی همزمان اینا سعودی‌ها رو می‌آوردن آموزش نظامی می‌دادن، بمب بهشون می‌دادن که برن برج خبر رو منفجر کنن، برن آدم بکشن. این رژیم تو کتش نمیره، این رژیم رژیم تروریستیه، اینو دنیا باید درک بکنه. این آقایون افتخار میکنن که بعضا در اردوگاه تروریستی دوره دیدن و اینا افتخارشون اینه که با اسماعیل هنیه چای بخورن، با حسن نصرالله نهارشون رو نوشجان کنن. اینه که برای این رژیم ایجاد آشوب، ایجاد توطئه، صدور انقلاب جزو اصول مسلمه، جزو مسلماته. و الا کشوری که 8 سال زمان احمدی نژاد حداقل دلار نفت 80 دلاری فروخته، 8 سال امروز به این بیچارگی و فلاکت نمیفته. این پولا کجا رفته؟ آقای تقی‌زاده اشاره میکنه که به طور مثال آمریکا از تمام توان خودش برای مقابله با این حکومت استفاده نمیکنه، یعنی باید به اقدامات دیگه ای دست بزنه. در این مورد شما چه نظری دارید؟ من کاملا باز در این زمینم اعتقاد دارم. اگر آمریکا میخواست، چون در یه شرایطی گاهی اوقات نشون داده و دیدیم رژیم به چه وانربلیتی، به چه شکلندگی افتاده که همین الان دفعه میکنه فرو میریزه، بله آمریکا میتونه، آمریکا راه‌ها رو واقعا میتونه بروشون ببنده. این ابرقدرت جهانی میتونه بر اروپا و روسیه و چین فشار بیاره که با این جمهوری اسلامی لاس نزنن و بهش احتیاجاتش رو ندن. کاملا آمریکا قدرتشو داره، توانشو داره. بابا مصری ها التماس کردن بهش، آقا این اخوان المسلمین الان یه راه پیدا کردن ترکیه، یه راه قطر، یه راه هم تو ایران پیدا کردن، شما اقلا به اون دوتا متحدتون ترکیه و قطر کاری بکنید، اینا مملکت ما رو دارن با آشوب میکشن. و نگاه کنید همین کرونا در مصر فقیری که یک صدم درآمد ایران نداره، این حکومت چقدر با اقتدار جلوش رو گرفت و الان کنترلش کرد که تعداد زیاد نشه. هزاران توریست اونجا بود، با چه آرامشی، با چه برنامه درستی این توریست ها به کشورشون بازگشتن بدون اینکه بیمار بشن. منظورم اینه همون مصر بارها به امریکا التماس کرد آقا اگه قرار شما بیاید به ماها کمک کنید، یک نیروی سکولار در برابر یک نیروی اصولگرا، اول یک گریبان اردوگان رو به چسبید، شیخ تمیم، اینا نوکرای شما، یقشون رو به چسبید. حالا جمهوری اسلامی هم به اینا اضافه شده و الان جلسه مشترک اخوان المسلمین و هشت و شعبی و این جانوره حزب الله و غیره داره در استانبول تشکیل میشه. اینا اصلا من گیج شدم، از یه طرف حزب الله داره با ترکا توی سوریه میجنگه، از یه طرف میرن با هم همدست میشن. این اسلام ناب انقلابی محمدی در همه شکلاش کریه و زشت و آدم خوره، این رو باید باش مبارزه کرد و آمریکا قادر این کار رو بکنه. با شما عزیزان هستیم در هر کجای ایران در کنار سفره هفت‌سین شما عزیزان در تفسیر خبر گفتگو میکنیم با آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و همینطور آقای رضا تقی‌زاده در گوشه دیگر از بریتانیا همراه با عزیزان، چون شما ایرانیانی که خواستار ایرانی بهتر، ایرانی برخوردار از همه شایستگی های فرزندان خود. ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر.
نوروزه واش کوشین هوا دل بود کاری بی دوا دل بود کاری بی دوا سرسبز کن باغ و بهار جن بل بلان بنگو دوا جن بل بلان بنگو دوا یا این که نوروز پدا حکم زنده مل پدا شین هوا دل بود کار بی دوا دل بود کار بی دوا آقای تغییرزاده شما اشاره کردید که ادامه این وضعیت سیاه‌تری رو پیش روی ایرانی‌ها خواهد گذاشت. یکی از اتفاقات این روزهای اخیر تقاضای آقای ظریف است، وزیر خارجه حکومت فقیه، برای دریافت 5 میلیارد دلار وام خارجی از صندوق جهانی ایرانی که خودش قبل از انقلاب وام دهنده بود حتی بریتانیا. آیا ایران اون توانایی، اون امکانات رو داره که بتونه بعد از چنین حکومت، چنانچه برچیده بشه در همین سال پیش رو، بازسازی کنه خودش رو و به ریل زمان برگرده، به ریل معاصر، ریل قرن 21 برای رفتن به آیندهی بهتر؟ عکس این است آقای چالنگی. هرچه حکومت در مخمصه بزرگتری باشه رفتارش تندتر میشه. این رو یا از ابتدا ترامپ و بعد وقتی که رئیس دولت شد، دولت آمریکا در محاسبات سیاست اعمال فشار حداکثری در نظر داشتن یا نداشتن. من تردید دارم که خط آخر رو وقتی که ترامپ نامزد رئیس جمهوری بود میخوند یا ذهنش به اونجا قد میداد، و هنوزم نمیبینم که این در محاسبات دولت آمریکا گنجانده بشه که رفتارهای جمهوری اسلامی در نتیجه اعمال فشارهای بیشتر به نسبت تندتر خواهد شد نه آرامتر. و البته در مورد دیگه هم سیاست همسویی با جمهوری اسلامی باز به رفتارهای تندتر انجامید، چنان که وقتی اوباما 150 میلیارد دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و تحریم ها رو برداشت، جمهوری اسلامی در منطقه شرورتر از پیش شد و وضعیت داخلی ایران هم تغییر نکرد. به این علت باید ببینیم مردم تکلیفشون رو با این حکومت چطور میخوان روشن بکنن وقتی که همراه حکومت فقیرتر میشن و رفتار حکومت رو تندتر خواهند دید. اون چی که امروز از زبان ظریف و تقاضای 5 میلیارد دلار وام میشنویم و میبینیم یک اقدام تبلیغی احمقانه است، برای اینکه ظریف میخواد به نوعی مشکلات داخلی رو بگه با این 5 میلیارد ما میتونیم حل بکنیم، یک تحریم های آمریکا رو زیر ذره بین به اصطلاح لیبرال های دنیا بگذاره و اروپایی ها رو و بقیه مردمی که فکر میکنن ترامپ عنصر مطلوبی نیست یا سیاستمدار مطلوبی نیست، بگن که این فشارها رو به ما آورده، در حالی که اگر حکومت پول داشت و میخواست تمام اقلام دارویی خوراکی رو میتونست با تهمان بساطی که براش هست به جای راهی کردن به کشورهای خارجی در داخل به مصرف برسونه. ولی این توضیحم رو باید بدم پیش از اینکه تمام بکنن، برای اینکه در رابطه با اون توضیحی که در شروع کار دادم که اگرچه امروز مردم ما در داخل با بلیه کرونا روبرو هستند، ولی وضعیتی که در ماهای آینده خواهند داشت به مراتب سیاه‌تر از اینه، و این رو باید من مقایسه بکنم با دوره توسعه تا اون وبا، یا برگردم به 150 سال پیش زمان ناصرالدین شاه که او رفته بود به دیدار کربلا و قحطی در ایران شده بود و مردم توی کوچه و بازار میخوندن که شاه کچکلا رفته به کربلا، نون شده یک قرون، نون
یک من نون شده یک قرون، یا وزیر بیا ما دستت اسیر شدیم. وضعیت فردای امروز شبیه اینه. حکومت امروز 34,000 میلیارد تومان رو به عنوان درآمد نفتی در نظر گرفته که برای 1,000,000 بشکه صادرات نفته و قیمت نفت 50 دلار. قیمت نفت رسیده به زیر 2 دلار، به زیر 20 دلار، در حالی که صادرات نفت 1,000,000 بشکه نیست و تنها 150 تا 200 هزار بشکه است. اون پول هم به دست این جماعت نمیرسه. علاوه بر این یک بودجه 2,200,000,000 دلاری رو هم با عدد ریالی به عنوان یارانه به مردم آقای روحانی در نظر گرفته. مجموعه اینها رو باید به عنوان بار اضافی بر شونه بودجه سال جاری حساب بکنیم و با عدد ساده میشه تخمین زد که زندگی مردم، حجم اقتصاد ما برای سال جاری 30% کوچکتر از پارساله. یعنی مسئله عقب رفتن 2% و 5% نیست، کوچک شدن اقتصاد 3% و 2% نیست، چیزی در حدود 30% و امکان افزایش جهشی تورم در ایران. به این علت مردم باید تصویر واقعی رو از زندگی فرداشون امروز در دست داشته باشن و خودشون رو برای یک بحران بزرگتر از اونچه که کرونا به اونها تحمیل کرده و حکومت اون رو تشدید کرده آماده کنن. خب بخش دوم سوال من هست، همچنان که باز خواهیم گشت و باز در میون خواهیم گذاشت آقای تغییرزاده، دوران پس از این نظام، چون که این نظام به طور مثال در سال آینده از میان بره، ایران آیا توانایی معاصر شدن رو داره در کوتاه مدت؟ آقای نوریزاده شما چه میبینید؟ من حرف شما رو ببرم آقای فرنگی، ببخشید من سوال شما رو شاید درست متوجه نشدم. تصورم این بود که شما میگفتید که حکومت بعد از این بحران چه خواهد کرد. به این پرسش اگر وقتی بود بعدم پاسخ بسیار بسیار لازمی بود و سپاسگزار شما هستیم. حتما باز خواهیم گشت. توضیحاتی که دادید بسیار روشن از چشمانداز وسیع‌تری از آنچه که هست و چنانچه این اوضاع ادامه پیدا کنه تکمیلی بود بر فرمایشات پیشین شما در ایام نوروزی آقای طغرلزاده گرامی. حتما آقای نوریزاده، این حکومت مانند بختک توصیف شده. آقای طغرلزاده به خوبی نشون دادن ابعادی رو. ساعتها باید صحبت کردیم فاجعه‌ای که در این 41 سال بر تاریخ ایران تحمیل شد چه پیامدهایی داشت. در تعاریف اقتصادی کارشناس امور بین الملل و اقتصاد آقای طغرلزاده عزیز دیدیم گوشه‌ای از این فاجعه گسترده و عمیق رو. اما چنانچه این فاجعه از بین بره، آیا ایران برای همیشه عقب مونده از قافله پیشرفت یا اینکه تواناییشو داره از دیدگاهشون؟ ببینید آقای چالنگی، ما مثل هر اقتصاد در یک پایه‌ای که تکیه‌مون روی یک محصول نفت می‌فروشیم، تمام این صنایع کوچکی که درست شده بود در بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اینا عملا از بین رفت در زمان احمدی نژاد و کالای چینی اومد جاش گرفت. بنابراین نمیتونیم امیدوار باشیم یه صنعت آلترناتیو داریم جانشین که میاد جای صنعت نفت رو میگیره و برای ما درآمد اضافی تولید میکنه، با اون میتونیم کار ایجاد بکنیم. بعد تکیه‌مون روی نفت. فعلا هم که بازار نفت با این شکلی که داره جلو میره بسیار نگران کننده است. الان سعودی‌ها اومدن رسما گفتن آقا هر چقدر بازار بخواد ما تولید میکنیم، قیمت هم بیاد پایین برامون مهم نیست، برای که ضربه بزنن به در واقع به شوروی. یعنی هدفشون اینه که اتحاد جماهیر شوروی سابق و در واقع روسیه امروز. و چون روسا همراهی نکردن با اوپک، بنابراین تمام هم و غم اینها این است که در شرایط فعلی کاری بکنن روز به روز بتونن یه لقمه نونی به مردم بدن و زندگی رو بچرخونن. این نمیشه، این عملی نیست. با این نسل جوانی که از دانشگاه میان بیرون، نسل جوانی که پر از امید به فرداشون میان، اینها زندگی و کار و اقتصاد و فردا و اینا به این چیزا دل بستن، خانواده میخوان. و
بنابراین اینی که من خدمتتون عرض کردم، بعد از ویروس کرونا ایران ایران دیگری خواهد بود، جمهوری ولایت فقیه جمهوری ولایت فقیه دیگری خواهد بود، بر مبنای خیالات نیست، بر مبنای واقعیات فکت شده، همین فکتایی است که در جمهوری ولایت فقیه دیگری. آقای نوری‌زاده بله، منظورم اینه یک جمهوری ولایت فقیه که ما الان داریم میبینیم که با تو سر مردم میزنه میکشه، نه با یک رژیم ورشکسته مفلوکی که همت مردم اونو به زباله‌دانی تاریخ خواهد انداخت. یعنی این رژیم دیگه اسلحه‌اش هم نمیتونه استفاده کنه، آنچنان این رژیم آبرو باخته است، آنچنان این رژیم رسواست که به اعتقاد من بعد از ماجرای کرونا ملت ایران تکلیف این رژیم رو روشن خواهند. و آقای تقی‌زاده عزیز، اونچه که ایران بالقوه داره، معادن، طبیعت، نیروی انسانی، آیا توانایی کافی هست مجموعه این عوامل برای ساختن ایرانی دی؟ ایرانی که معاصر هست؟ چین آقای چالنگی زمانی که دنگ شیاوپینگ رهبری قدرت رو در دست گرفت، یه چیزی نزدیک به 900 میلیون جمعیت داشت و دوران فقر فاحشی رو که از ماو تسه‌تونگ به ارث گرفته بود در کشورش تجربه میکرد. یک دوره 20 ساله لازم بود که چین به دوران ثبات اقتصادی برسه و به سمت رشد بره، ولی الان بیش از 20 سال از اون زمان ما میبینیم که رشد اقتصادی چین در پایین ترین مقدارش 5%، 6%، در بالاترین مقدارش 8%، 9%. پیش از انقلاب ما رشد اقتصادی 14% در سال رو تجربه کردیم. اگر این حکومت از بین بره و ایران نقطه شروع تازه‌ای داشته باشه، حکومت ما، حکومت جانشین جمهوری اسلامی، حکومتی نیست که به سمت آزادی‌های لجام گسیخته سیاسی بره، توانایی این کار رو هم نداره. جامعه ما توانایی این کار رو نداره. به سمت بازسازی اقتصادی، به سمت ایجاد زیرساخت‌ها و نوسازی زیرساخت‌های کهنه ناگزیره بره و این دوره تمرکز حواس و مدیریت می‌خواد. من از پیش دارم میگم، من نمیدونم واقعا جامعه ما بعد از این حکومت به چه سمتی میره، ولی میدونم به سمت دموکراسی به شیوه غربی حداقل در 5 سال بعد از این حکومت نخواهد رفت و در 5 سال تا 10 سال بعد از این دوران که ما باید به یک نوع ثبات خروج از فقر برسیم از نظر اقتصادی، دورانی است که به قول فرنگی ها دیلی دلی کردن درش امکان پذیر نیست. اونهایی که این وضعیت رو نمیخوان به مردم بگن، حقیقت رو کتمان میکنن و اینها به اصطلاح فعالان سیاسی یا طرفداران حکومت لیبرالی و یا حکومت فدرالی در ایران هستند. نسخه‌ای که اونها میپیشن نسخه ادامه وضع موجود با همین حکومت. ایران نیاز به یک مدیریت فکور و روشن داره، متکی به مردم در داخل کشور، ولی یک قانون برای مجموعه کشور، یک بازار برای مجموعه کشور، یک مدیریت برای مجموعه کشور، تا زمانی که تخریب‌های امروز به نوعی جبران بشه، به نوعی تکرار الگوی کره جنوبی، الگوی چین در زمان دنگ شیاوپینگ. خیلی کوتاه بفرمایید تقی‌زاده، بخشی از پرسش من این هست: نیروی کافی رو در چنین مدیریتی، ابزار کافی رو، معادن، همه اینها رو داریم برای اینکه ما بتونیم بشیم همون که اشاره کردید شبیه کره جنوبی، همون آرزوی به خاک رفته ژاپن دوم؟ بیشتر از اونها، پیشتر از اونها. یکی از کشورهایی که از این بحران سالم در میاد آمریکاست، برای اینکه شما همه چیز رو دارید اگر مرزهای خودتون رو ببندید، و ایران جزء نمونه کشورهای دنیاست که از مرزهای خودش حتی ناگزیر از بستن باشه، تمام امکانات رو برای رسیدن به یک رشد قابل در دنیا داره. خب به هر حال برای اینکه بینندگان ما بیخبر نمونن، شما هم خانه نشین شدید نیست در اسکاتلند؟ ای کاش من وسایل زندگی عادیم رو داشتم، دستکش رو که به دست میکنم وقتی از خونه بیرون میرم و ماسک صورت رو میبستم خنده‌دار میشد، ولی به نوعی یادآور اون چیزی بود که
من امروز در شهر خودم، در خونه خودم رعایت میکنم و ای کاش مردم ما هم در داخل کشور این وضعیت رو جدی بگیرن. هر چقدر ارتباطات خودمون رو کمتر بکنیم، کمک بیشتری میکنیم به انتقال این ویروس. بله بله. و دوستمون آقای نوری‌زاده از لندن برای من، مرتضای عزیز برای من نوشته بود که سال نو مبارک باد، دوری و دوستی. آقای نوری‌زاده هم شما آن نشین هستید دیگه، شما هم بله. حضور عرض بکنم، گفت ماها یه مقدار نسل ما در واقع این مصائب و مصیبت ها رو حالا انواع مختلف دیده، زیاد اون وقت جدی نمیگیره، به همین هم خیلی بده. ولی فرزندانمون انقدر جدی میگیرن که اگه ما هم بگیم نخیر، اونا ما رو محکوم به خونه نشینی میکنن و چاره‌ای هم نداریم، باید گوش بدیم. میخوام بگم اینم تجربه بود نسل من و شما و رضا. ماها چه چیزایی دیدیم، چه مصیبتایی دیدیم، چه در اوج جوانیمون در اوج رو دیدیم و در هیچ نسلی در ایران و در هیچ جای جهان همزمان فقیه و کرونا رو با هم ندیدن و تجربه نکردن. هیچ ملتی الان در حال حاضر که دچار کرونا هستن تجربه نکردن این موضوع رو از زبان بسیاری در رسانه‌های اینترنتی که ویروس فقیه خطرناکتر از ویروس کرونا. 100% ویروس فقیه خطرناکتره. در حال سپاسگزار هستیم آقای آقای نوری‌زاده عزیز. وقتمون به پایان رسید. آقای تقی‌زاده گرامی، وقتمون به پایان رسید. با آرزوی سال خوش برای شما و بینندگان گرام، امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. ایران هرگز نخواهد مرد. نوروزتان خجسته باد. های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهند با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. بلبل دارد سخنها آراید از ساز و سخن بزم چمنها. پروانه در بزم طرب آمد تنها، باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لاله پریشان. هر طرف دست سبا دشت گلاب شد.